تست شماره 46 یه تست خیلی قشنگه من اینو رو به تمام بچه ها گفته بودم خوب دقت کن میگه یاداوری اخذ پیمان خدا در نهاد آدمی آقا عهد فطری خدا با انسانو میخواد عهد فطری خدا با انسان چی چی بود؟ عزیز دلم لا تعبد و شیطان چرا لا تعبد و شیطان؟ چون شیطان چیه؟ عدو مبینه عدو و مبین و با خسران مبین اشتباه نگیری یا فرق میکنن اینا با هم دیگه. حله؟ خب. میشری بود ان اب بیا چیکار کن؟ بیا منو بپرست. وای چرا تو رو بپرستم؟ چون من سرات مستقیمم. اوکی؟ هر جا دیدی سبیل سبول سرات کشف راه درسته زندگی. اینم ازی. خب. آقا یادت باشه فعبدوه واسه کجا بود فعبدوه ثمره چی بود بچه ان الله ربی و ربکم میگه چون خدا پروردگار جهانیانه به خاطر همین برو او رو عبادت کن اما اینجا خدا میگه خود خدا داره میگه میگه بیا منو بپرست چرا چون سرات مستقیمه یادت باشه ان بدونی سرات مستقیمه توحید عملیه عهد فطری خدا با انسانه فعبدوها فقط توحید عملیه و فقط سرات مستقیمه دیگه عهد فطری خدا با انسان نیست حله؟ پس گزینه سه میره کنار چهارم میره کنار و انظار الهی در مورد آن چیست؟ انظار الهی چیه؟ ها تا سرات مستقیم من نبا من سرات مستقیمم لا تبود و عدو مبین خسران مبین واسه چی بود؟ عاقبت یعبد الله علا حرفم بود خسران مبین خسران تو کجا بود آقا؟ دنیا و آخرت با هم دیگه دنیا خالی غلطه آخرت خالی هم غلطه خسران در آخرت رو کجا داشتیم؟ درس دو سال یازده اگر کسی دینی غیر از اسلام انتخاب بکنه در آخرت من الخاسرین حله؟ این تست شماره 46 هر چی نکته بوده بهت بید گفتم بیریم سراغت تست